سلام، شب شما بخیر. با خبر ده با من جمال ناصر فرهمند خوش آمدید. سرخط خبرها. تأکید بر پابند بودن حزب اسلامی در توافقنامه صلح. چهره های پرنفوذ جمعیت اسلامی افغانستان بر پایبندی حزب اسلامی در توافقنامه صلح تأکید میکنند. امضای این توافقنامه به معنای دادن مسئولیت هم به کسی نیست، بلکه به معنای واگذاری مسئولیت شهروندی بر شانه های همه اعضا و رهبری این حزب است. در راه تحقق امر خدا و صلح در بین همدیگر یک قدم بسیار بزرگ بود. خواست‌ها بر پشتیبانی حکومت از بلوچستان. سازمان زنان بلوچ از حکومت افغانستان می‌خواهد تا مانند هند از آزادی بلوچستان پشتیبانی کند. اگر آزاد میشه بلوچستان که آزاد میشه، هیچ پاکستان نمیتونه که اینجا ترور روان میکنه. شاید پاکستان خود نمیباشه. قهرمانی تیم فوتبال شاهین آسمایی در لیگ برتر افغانستان. شاهین آسمایی با شکست دادن دمیوند اتلان برای سومین بار قهرمان لیگ برتر افغانستان روشن شد. هر دو تیم خوب است و بازی خوب میکنند. تپلوی خبرهایی که بر مردم افغانستان میرسند لبخند و نشاط به این ملت برمیگردند. با آغاز تمرینات نظامی روسیه و هند. مشروع خبرها. امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار دادن مسئولیت به کسی نه، بل دادن مسئولیت شهروندی به اعضای این حزب است. شماری از چهره های پرنفوذ جمعیت اسلامی در مراسم پنجمین سالروز ترور برهان الدین ربانی با ابراز این مطلب میگویند که حزب اسلامی باید به مواد توافقنامه صلح با حکومت پابند باشد. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین در این مراسم میگوید که وی تمامی مخالفان مصالح دولت را برادر خطاب میکند تا آنان نیز چون حزب اسلامی حاضر به با حکومت افغانستان شوند. از سوی هم عبدالرب رسول سیاف در این مراسم تلفات نیروهای دولتی را نگران کننده می‌داند و از حکومت می‌خواهد تا نیروهای مردمی را برای پشتیبانی از این نیروها بسیج کند. تالار لوی جرگ است و مقام‌های بلندپایه حکومت کنونی و پیشین، اعضای جمعیت اسلامی و شمار زیادی از شهروندان از گوشه و کنار کشور به اینجا رسیدند. آمدند تا از پنجمین سال روز ترور استاد برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح یادبود کنند و گفته هایی هم درباره توافقنامه صلح با حکمتیار داشته باشند. امضای این توافقنامه به معنای دادن مسئولیت هم به کسی نیست، بلکه به معنای واگذاری مسئولیت شهروندی بر شانه های همه اعضا و رهبری این حزب است. چی کوشش های صورت گرفته بود که بجا نرسید، اما در یک موقع بجا رسید که بازم فکر میکنم که در راه تحقق امر خدا و صلح در بین همدیگر یک قدم بسیار بزرگ بود. تقاضایم از دولت همیست که ملت را به شکل از اشکال در داخل چوکات نظام باعث دیپو اکمال کننده بشری نیروهای امنیتی در پشت نیروهای امنیتی استاد کند. در غیر از او خدا نخواسته یک وقت به افلاس روبروی میشیم. در هنگام سخنرانی آقای سیاف، برخی از شرکت کنندگان این مراسم به ضد طالبان و حامد کرزی شعار میدهند و او را پشتیبان طالبان میخوانند. نظم برنامه برای لحظاتی برهم میخورد. خارجی ها بدانند که ما را به تفرقه انداخته نمیتانند، این با هم یک استیم. اما حامد کرزی فردی که به ضد او شعار میداد را به آغوش میگیرد. باید دارین که چند وقت پیش اینمی حزب اسلامی را و اینجا را سب یک بچه را اگر برادر خطاب بکردم هم شما سرم خار بشیدین. یارتون هست فردا روزی میایدی خواه که شما با تحریک طالبان میشنین به مذاکره. تکرار میکنم به مخالفین دولت افغانستان هم
اگر جنگ شما ادامه بتین، یک زمان جنگ به خاطر آزادی و حریت بود، ولی امروز جنگ به خاطر اسارت است. رهبری جمعیت اسلامی که از سانی را که به بزرگان بی‌حرمتی می‌کنند را پیروان این حزب نمی‌داند. چیزی که در شأن جمعیت اسلامی و در روش جمعیت اسلامی و در برنامه جمعیت اسلامی و در کارنامه از 1336 تا امروز که 60 سال از او مگذره نبوده، متاسفانه اتفاق افتاد. اعضای جمعیت اسلامی میگویند که حکومت باید با آوردن اصلاحات در نظام انتخابات و عملی سازی وعده هایش به مردم از هدر رفتن فرصت ها جلوگیری کند. خواست گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برای آوردن تغییرات در حکومت با واکنش های روبرو شده است. هرچند گلبدین حکمتیار در سخنرانی اخیرش گفته است که آمدن تغییرات در حکومت و سهم دادن به دیگران ضروری است، اما عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی میگوید که قدرت باید به اندازه ظرفیت و شایستگی به یک جناح داده شود. گلبدین حکمتیار، کسی که پس از امضای توافقنامه صلح با حکومت از مخالفت با نظام دست کشیده است، اما خواستهای از رهبران حکومت دارد. آوردن تغییرات یکی از خواستهای مهم است. حکومت که باید بسی تبدیلی راشید چه طول تا در مدل وش حکومت در طول لس ممثل او در طول افغانان خدمت که دولتی ادارات لمفسیدو او غلو تصفیه، اقتدار به سالی مدیران و پواک ورکلش، به دولت حاکمیت باید پر پول حباب تامینش، پر هیست ولایت که باید شخصی غیر دولتی او حزبی واکمنی نوی. در همین حال عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی بدون گرفتن نام گلبدین حکمتیار درباره سهم دادن به دیگران در حکومت چنین میگوید: هر کس، هر جریان مطابق شعای حضوری خود، شعای نفوذی خود میتونه که حق دعوا بکنه، نه ای که ما خود ما اینقدر باشیم و دعوا اینقدر بکنیم. هر کس معلوم است در افغانستان. از سوی هم برخی ها به این باور هستند که حزب اسلامی خواهان برگزاری انتخابات تناسبی است. یک دستاورد است اگر تطبیق قدش بتونه نظام انتخاباتی را باوره تناسبی جور کنه و حزب سیاسی را روجه سم بده، ما برش تبریک میگویم و برش کافی است. حزب اسلامی میگوید که خواست های این حزب بیرون از دایره قانون اساسی نیستند. عادلانه مشارکت په دولت کې د ټولو افغانانو لپاره زمینه مساعد شي او بیکاری له منځه ولاړ شي، اقتصادي مسائل دي بیا رغونه ده. از سوی دیگر یک مقام امریکایی میگوید که واشنگتن از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی استقبال میکند و برداشتن تحریم ها را بر این حزب به گونه جدی بررسی خواهد کرد. سازمان زنان بلوچ در جهان در نشستی در کابل از حکومت افغانستان میخواهند مانند هند از آزادی بلوچستان پشتیبانی کنند. رئیس این سازمان میگوید که با ایجاد دولت آزاد بلوچستان، افغانستان دیگر قربانی هراس افکنان و تندروی در منطقه نخواهد شد. در همین حال رئیس شورای بلوچان افغانستان میگوید که در افغانستان 4 میلیون بلوچ زندگی میکنند و از حکومت افغانستان میخواهند که به مشکلات آنان رسیدگی کنند. اینجا در کابل رئیس سازمان زنان بلوچ در جهان در نشستی از حکومت افغانستان خواهان پشتیبانی این کشور از آزادی بلوچستان شده است. رئیس این سازمان میگوید که اکنون زمان آن رسیده است که حکومت افغانستان مانند هند از آزادی بلوچستان پشتیبانی کند. نایله قادری رئیس این سازمان میگوید که با ایجاد دولت آزادی بلوچستان، افغانستان دیگر قربانی تروریسم و هراس افغانی در منطقه نخواهد شد. آزاد بلوچستان با حق افغانستان است، او اگر امو که ترور می آید از پاکستان، که امو که انفجاره می آید از پاکستان و می کشه معصوم افغانا را می کشن، اگر آزاد می شه بلوچستان، بلوچستان که آزاد می شه ایچ پاکستان نمی تانه که اینجا ترور روان می کنه، شاید پاکستان خود نمی باشه. با این حال شورای بلوچان افغانستان نیز از حکومت میخواهد که برای ایجاد دولت آزاد بلوچستان با آنان همکاری کند. کشورهای دیگری که اعلان کردند در آخر شو میفهمم از وجود بلوچستان برای پشتیبانی از بلوچستان و ضمناً پشتیبانی خود را اعلان کردند که باید آزادی بلوچستان مسجل شود.
اما قسم مقام های هندوستان استقلال بلوچستان خواهان هستند و ما از مقام های افغانستان هم خواهش داریم که به عنوان بلوچ افغانستان از ما حمایت کنند و به خاطر آزادی بلوچستان همکاری کنند. رئیس سازمان زنان بلوچ در جهان میگوید که بلوچان در پاکستان، ایران، هند، افغانستان و دیگر کشورهای افریقایی و آسیایی زندگی میکنند که از این میان 4 میلیونی آنان در افغانستان هستند. هم اکنون یک شماره بزرگی از بلوچان پاکستانی برای جدایی ایالت بلوچستان از پاکستان مبارزه مسلحانه میکند. هند به تازگی گفته است که از خواستهای آنان برای جدایی از پاکستان پشتیبانی میکند. پنجمین دور لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن پایان یافت. در دیدار نهایی این لیگ بیشتر از 7000 تن به شمول برخی از مقام‌های ارشد حکومت چون رئیس اجرایه و برخی اعضای شورای ملی در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان حضور یافتند و چهره‌های دیگری از افغانستان جنگ زده بر رخ جهانیان کشیدند. لیگ برتر فوتبال افغانستان رویدادی است که همه ساله شادمانی به خانواده‌ها به میان می‌آورد. بی صبرانه منتظر باز شدن دروازه هستند. دروازه‌ای که راه به دنیای دارد که در آن سخنی از حزن و اندوه نیست. مردم دسته دسته به تماشای آخرین مسابقه لیگ برتر امسال می آیند. بسیار احساس خوشی دارم بخاطر از اینکه افغانستان هم امروز لیگ داره و مردم به بسیار شوق و ذوق آمده که تیمای کشور خود تشویق کنه. خوشحال هستم و بسیار احساس هیجان زده هستم که ببینم که کدام تیم برنده میشه. میدان سبز، جایی که شهروندان از بحر پشتیبانی از تیمشان گرد می آیند و با شور و هیجان بازیکنان را تشویق می کنند. در اینجا شمار سیاستمداران نیز بسیار است. حتی مقام های بلندپایی حکومت آمدند تا ببینند کدام تیم قهرمان امسال لیگ برتر خواهد شد. هر کس خوب بازی کرد و هر دو تیم خوب است و بازی خوب میکنند و انشالله تیم خوبتر بازی کنه و برنده میشه، اما تیم دوم هم بازنده نمی باشه. در پهلوی خبرهایی که بر مردم افغانستان میرسند، لبخند و نشاط به این ملت برمیگردان. همین خودش یک دستاورد بزرگ است. با هر گلی که وارد دروازه می شود، صدای تماشاچیان بلند می شود. در اینجا حضور بانوان نیز گسترده است. گفتن بسیار خوب عالی بازی میکنن بازیکنای ما و همی باعث شد که ما را در اینجا بکشانه و خواستم این بازی را از نزدیک ببینم. اشتراک خانم‌ها نسبت بر سالهای قبل زیادتر شده چون که فکرها پیشرفته‌تر شده. لیگ برتر افغانستان که 5 سال پیش ایجاد شد انتظار نمی‌رفت که روزگار به رویداد به این بزرگی تبدیل شود، اما امروز لیگ برتر افغانستان بهانه شادمانی شهروندان شده است و فینال لیگ برتر افغانستان رویداد است که سالانه هزاران تن را اینجا در میدان سبز گرد میآورند. صمیم فرامرز، تولونوس. در همین حال شاهین آسمایی فاتح پنجمین دور رقابت‌های لیگ برتر افغانستان روشن شد. در دیدار نهایی این پیکارها شاهین آسمایی توانست با نتیجه 2-1 تیم دمیوند طلان را شکست دهد. در دیدار نهایی پنجمین دور رقابت‌های لیگ برتر افغانستان روشن، تیم شاهین آسمایی در برابر دمیوان اتلان به پیروزی دست یافت و برای سومین بار فاتح لیگ برتر افغانستان روشن شد. بازی را هر دو تیم با احتیاط آغاز کرد. توپ بیشتر در اختیار بازیکنان شاهین بود، اما اتلان به زد حملات چشم داشت تا در دقیقه 11 بازی متین یوسف زای نخستین گل اتلان را وارد دروازه شاهینی ها کرد، اما داور بازی این گل را آفساید اعلان کرد. در ادامه هر دو تیم موقعیت‌های خوب گلزنی به دست آوردند که هیچ تیم نتوانستند گل به ثمر برسانند. میوندی‌ها که در ضد حملات نمایش خوبی داشتند، چند بار کاپیتان این تیم با دروازه‌بان تک به تک شد که نتوانست توپ را از خط دروازه عبور دهد. در دقیقه 43 بازی بازیکنان شاهین آسمایی در یک کاری تیمی تا دهن گل حریف پیش رفتند، اما مدافعان اتلان اجازه ندادند که دروازه آنها باشوند. در نهایت نیمه اول بازی بدون گل به پایان رسید. نیمه دوم را شاهین آسمایی هجومی آغاز کرد و در دقیقه 49 بازی صاحب یک ضربه پنالتی شدند و امرالدین شریفی پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و خلاف جهت قیوم سپان توپ را وارد دروازه اتلان کرد و از حریف 1-0 پیشی گرفت. اما خوشی آسمایی ها زیاد طول نکشید. 4 دقیقه بعد داور بازی یک پنالتی را
به سود تیم د میوانه تلان گرفت و سید ابراهیمی پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و گل تساوی را وارد دروازه شاهینی ها کرد و بازی یک بر یک مساوی شد. اما این پایان کار نبود و تنها 4 دقیقه بعد امرودین شریفی با یک ضربه اکروبات توانست دومین گل تیم خود را وارد دروازه اتلان کند و 2-1 پیشی گرفت. میواندی ها پس از دریافت گل دوم فشار زیاد بالای دروازه شاهینی ها وارد کرد، اما توپ دیگری از خط دروازه ها عبور نکرد و بازی با نتیجه 2-1 به نفع تیم شاهینی آسمایی به پایان رسید و این تیم برای سومین بار فاتح رقابت های لیگ برتر افغانستان روشن شد. باز هم خوش آمدید. روزانه تا به 10,000 پناهجو از راه ترخان به افغانستان برمیگردند. بر بنیاد آمارهای تازه سازمان ملل متحد، روند بازگشت پناهجویان افغان از پاکستان رو به افزایش است. در همین حال حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد از تمامی پناهجویان افغان در پاکستان میخواهد که بیشتر از این در این کشور نمانند. اکنون شمار پناهجویان افغان در پاکستان از نزدیک به 3 میلیون تن به 2.1 میلیون تن کاهش یافته است. شمار بازگشت کنندگان افغان از پاکستان به گونه بی پیشین افزایش یافته است. تازه ترین آمارهای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می دهند که اکنون تنها از راه تورخم تا به 10,000 پناهجوی افغان وارد افغانستان می شوند. من از شمار کسانی که می خواهند به گونه داوطلبانه به کشورشان بازگردند دلگرم شدم. من این را همچون یک پیام امید برای افغانستان می پندارم. هرچند حکومت پاکستان تا پایان سال آینده میلادی بودوباش پناهجویان افغان را در این کشور تمدید کرده است، اما ظاهراً آزار و اذیت آنان از سوی پلیس پاکستان ادامه دارد و آنان از بازگشت به کشورشان خوشنود هستند. طول مهاجر و پنمایندگی یو جهان مننه کو چه دو دغه مهاجر و کار پلاس که واغست و اوتر دغه زی پوری را ورسول او سپاورس پدې کې لګی دی او جناب کنسل صاحب چې په خیبر پختونخوا کې دا د افغانستان کنسولر دی د دنه ډیره مننه کو د پاکستان پالیسی چې زه نه ډیره صفا او ډیره کلیر ده چې د افغان مهاجرینو واپسی خپل وطن ته رضاکارانه تور باندې کوي په عزت به یې ښه او په مونږ چې څه ته وایي وذ آنر اینډ ډیګنیټي به دا خلک شي چې سانه خلک مارچ پورې به ځي که خیرې د هغوی به همدغسې رضاکارانه تور باندې واپس ځي. سفیر افغانستان در اسلام آباد پناهجویان دیگر افغان را نیز به ترک پاکستان تشویق می کند و می گوید که آنان باید در بازسازی کشورشان سهم بگیرند. ما تلاش می کنیم که به گونه کامل به انتظارهای بازگشت کنندگان به کشورمان رسیدگی کنیم. پاکستان دومین میزبان بزرگ پناهجویان در جهان است، زیرا هم اکنون 1.4 میلیون پناهجوی افغان به گونه قانونی و نیز 600,000 تن دیگر به گونه غیرقانونی در این کشور به سر میبرند. ارتش و پلیس از آغاز یک عملیات بزرگ نظامی به هدف پاکسازی ولسوالی آغتاش ولایت کندوز خبر میدهند. مقام های نظامی در کندوز میگویند که در نتیجه این عملیات تا اکنون ده ها روستا از وجود طالبان پاکسازی شدند و نیز شماری از جنگجویان طالبان به شمول ملا محمد شاه، یک فرمانده مشهور این گروه، کشته شدند. کمک های جامعه جهانی به افغانستان در نشست بروکسل مشروط خواهند بود. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که جامعه جهانی در نشست بروکسل تا به 3 میلیارد دلار کمک تازه به افغانستان تعهد خواهد کرد، اما این کمک ها مشروط بر آوردن اصلاحات و مبارزه حکومت افغانستان با فساد هستند. نشست بروکسل آزمون بزرگ برای افغانستان. در این میان اگر کارکردهای حکومت وحدت ملی قناعت جامعه جهانی را فراهم بسازد و برنامه های آینده رهبران حکومت نزد جهانیان تایید شود، آنگاه جامعه جهانی نیز به افغانستان تعهد کمک های تازه خواهند سپرد. کمک های امریکا و جامعه جهانی به افغانستان یک چک سفید نیست. پشتیبانی ما مشروط به پیشرفت حکومت افغانستان است. این پشتیبانی وابسته به انجام کارهای حکومت افغانستان و تواناییش برای کار با ما همچون یک همکار مؤثر است.
این دیپلمات آمریکایی می‌افزاید که واشنگتن تلاش خواهد کرد تا کمک‌هایش به افغانستان تا سال 2020 میلادی به اندازه کنونی یا نزدیک به آن ادامه یابند. ایالات متحده هر سال 5 میلیارد دلار را در افغانستان هزینه می‌کند. این پنهان نیست که افغانستان بیشتر وابسته به کمک‌های خارجی است و نزدیک به 70% مصارف حکومت افغانستان از سوی کمک کنندگان پرداخته می‌شود. در این میان حکومت وحدت ملی انتقاد می‌شود که هیچ یک از تعهداتش را به گونه کامل عملی نساخته است. توقعات جامعه بین‌المللی را بر ارتباط اجراءاتی که اونا می‌خواستند برآورده کردن نتانسته و بر اساس تعهداتی که داشته، اما جامعه بین‌المللی با درک وضعیت و مشکلاتی که در افغانستان رخ داده در فکر ازی هستند که باید به مردم افغانستان کمک بکنند. تا نشست بروکسل یک هفته دیگر مانده است. افغانستان که سخت به کمک‌های جهانی نیاز دارد، جلب کمک‌های تازه بسیار مهم گفته می شود. نیروهای زمینی و هوایی روسیه و هند به گونه مشترک یک رشته تمرینات نظامی را در روسیه انجام دادند. این تمرینات که هدف از آن بلند بردن توانایی های ارتش هر دو کشور گفته شده است، در آن 500 سرباز هر دو کشور شرکت کردند. تمرینات مشترک نیروهای زمینی و هوایی روسیه و هند، نزدیک به 500 سرباز نیروهای ویژه روسیه و هند در یک رشته تمرینات نظامی در روسیه شرکت کردند. هدف از این تمرین ها بلند بردن توانایی های نیروهای هر دو کشور به ویژه نظامیان ایندی گفته شده است، زیرا این نظامیان بیشتر گواهی میدان های نبرد نبوده هند. فرمانده نیروهای هند در این رزمایش می گوید ارتش هند با انجام این تمرینات می تواند هراس افغانان را که بر امنیت هند تهدید به شمار می روند بیشتر سرکوب سازند. ما با انجام این رزمایش مسیر راه را از وجود هراس افغانان پاکسازی کردیم و پناهگاه های آنان را نابود کردیم و جنگ افزارها را نیز به دست آوردیم. 40% از نیروهای هند که در این رزمایش شرکت کرده اند در میدان واقعی نبرد هرگز نبودند. در این رزمایش از جنگ افزارهای سنگین به شمول تانک ها، توپخانه ها و چرخبال ها نیز کار گرفته شده است. این تمرینات که از 11 روز به این سو ادامه داشتند، سرانجام امروز به پایان رسیدند. با پایان این مجمع خبری از شبکه طلوع رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. شبتان خوش. خدا نگهدار. و ادامه خبرها از طلوع نیست. از آغاز حمله های هوایی ارتش روسیه در سوریه 9400 تن در سوریه جان باختند. گروه های ناظر بر حقوق بشر در سوریه می گویند که از آغاز حمله های ارتش روسیه در حمایت از حکومت سوریه یک سال می گذرد و در این مدت 3800 غیر نظامی در این حمله ها کشته شدند. اما کرملین این گزارش ها را تایید نمی کند و می گوید که ارقام ارائه شده از سوی گروه های ناظر بر حقوق بشر دقیق نیستند. از آغاز حمله های هوایی روسیه که از آخر سپتامبر سال پار میلادی در حمایت از حکومت سوریه آغاز گردید، از آن یک سال میگذرد. گروه های ناظر بر حقوق بشر در سوریه میگویند که در این حمله ها 9400 تن جان باختند که 3800 تن آنان غیر نظامیان و 5500 تن آنان جنگجویان وابسته به گروه داعش و جبهه النصره هستند و افزون بر آن 20000 غیر نظامی در این حمله ها زخم برداشتند. در همین حال سازمان جهانی بهداشت نیز میگوید که یافته های آنان نشان میدهند که تنها در یک هفته در شرق علب در حمله های هوایی ارتش سوریه و روسیه 336 تن کشته شده اند که 106 تن آنان کودکان هستند. بسیار از کسانی که زخم برداشتند زخم های آنان شدید است که حتی زندگی آنان را تهدید می کند و نیاز به کمک های صحی جدی دارد. لذا ما از کشورهای درگیر جنگ می خواهیم تا اجازه بدهند زخمیان از شهر حلب بیرون گردند. این در حالی است که با پایان یافتن آتش بس موقت در سوریه، حکومت سوریه در حمایت با حمله های هوایی روسیه کمپاین حمله های زمینی و هوایی را برای پسگیری این شهر از مخالفان آغاز کرده است. هرچند نهادهای مددرسان تلاش می کنند زخمیان و بیماران این شهر را مداوا کنند، اما اکنون این شهر زیر مصرعه قرار دارد و همه راه های رفت و آمد بسته هستند.
افغانستان به عنوان عضو سازمان جهانی جاده میتواند با بکارگیری از راه‌های گوناگون قانونی مشکلات ترانزیتی و بازرگانیش را با پاکستان از میان بردارد. مسئولان سازمان جهانی جاده میگویند که افغانستان و پاکستان باید از راه گفتگوها و با عملی ساختن تفاهم‌نامه‌های دو جانبه و چند جانبه مشکلات ترانزیتی و بازرگانیشان را از میان بردارند. مشکل افزایی های اخیر پاکستان در برابر ترانزیت و بازرگانی افغانستان سبب شده است که شمار زیادی از بازرگانان افغان از داد و ستد بازرگانی از راه های پاکستان منصرف شوند. مثلاً سازمان جهانی جاده میگویند که پاکستان و دیگر کشورهای عضو این سازمان نباید در برابر کالاهای بازرگانی افغانستان مشکل افزایی کند. ما برای حل مشکلات حمل و نقل زمینی در مرزهای کشورهای عضو سازمان جهانی جاده از راه های گوناگون تلاش میکنیم تا کشورها از توقف موترهای باربری در مرزهایشان جلوگیری کنند، چون مشکل افزایی ها در برابر ترانزیت و بازرگانی جاده‌ای به نفع هیچ کشوری نیست. از سوی هم مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع میگویند که به علت کم توجهی حکومت و نبود آگاهی های لازم رانندگان موترهای باربری از قوانین ترانزیت جهانی، افغانستان نمیتواند امتیازهای موجود در سازمان جهانی جاده و سیستم تیر را به کار گیرد. بیشتر از 3 سال میشه که سیستم تیر تطبیق میکنیم، اما اموال را که تا بالا با استفاده از سیستم تیر صادر کردیم بسیار ناچیز هستند. افغانستان 35 سال بدین سو عضویت سازمان جهانی جاده را دارد و از 10 سال بدین سو مجوز صدور کارنت تیر را در چارچوب این سازمان آغاز کرده است. اما گفته می شود که تا کنون چند موتر محدود باربری توانستند به گونه نمونه‌ای و در چارچوب این سازمان به کشورهای سوم کالاهای بازرگانی را انتقال دهند، در حالی که بیشترین کشورهای عضو این سازمان در حال حاضر بیشترین حمل و نقل جاده‌ای را در چارچوب این سازمان تا اروپا انجام می‌دهند. ناامنی‌ها و نبود حمایت‌های لازم از دامداران یکی از علت‌های عدم رشد دامداری در کشور است. شماره از مسئولان برنامه رشد دامداری کمیته هالند می‌گویند که رشد دامداری در روستاهای دوردست کشور یگانه راه حل مشکلات اقتصادی روستانشینان است. از سوی هم شماره از بانوان دامدار در ولایت بامیان که در چهارچوب برنامه‌های رشد دامداری کمیته هالند آموزش‌های فنی دیدند می‌گویند که با آغاز دامداری و پروسس معیاری لبنیات می توانند نیازمندی های خانواده هایشان را برطرف سازند. اینان زنان دامدار روستاهای دوردست بامیانند که پس از فرا گرفتن آموزش های معیاری دامداری اکنون از سرمایه گذاران میانه در بخش دامداری و پروسس فراورده های لبنی در روستاهای مرکزی بامیانند. شماره از این دامداران زن می گویند که اکنون می توانند روزانه تا 500 افغانی از فروش مواد لبنی به دست دارند. کلون قروش چرا مو صحیح جار میکنه چون راهنمایی شده از طریق از برنامه دیگه یعنی مرگ و میر کم شده در حیوانات ما. از سوی هم کمیته هالند در چارچوب برنامه های وزارت زراعت و بیری تلاش دارد در ولایت های گوناگون کشور دامداران به ویژه دامداران زن را حمایت های فنی و مالی کند. یکی از برنامه های مهم پروژه رشد دامداری هالند برای افغانستان آموزش ها درباره بیماری های مشترک حیوان ها و انسان ها و طرق جلوگیری از این بیماری است. مفیدیت یزی همی است یکی حیوانات از مو صحتمند مومونه و در قسمت شیر و گوشت و پشم یزی مفادش زیاد است، دیگه مرگ و میر کم شده. اما مسئولان این برنامه میگویند که در بسیاری از ولایت های کشور که ناامن هستند فعالیت های رشد دامداری با کندی روبرو است. یو پروژه په بیامنیتی کې په 50% تطبیقیږي، نو هغه ساحه سیمو کې چې په امنیت وي هغه 100% کې تطبیقیږي، ځکه هغه هم د کارمند علاقمندي سبب ګرځي او هم موږ غواړو چې ډېر په ښه صورت سره هغه اکټیویټیانې په ښه وجه باندې موږ تطبیق کړو په ساحه کې. بانک نقش دامداری در رشد اقتصادی محلي در کشور بسیار چشمگیر است، اما در 14 سال گذشته در این بخش کارهای چشمگیر صورت نگرفته است و اکنون هم دامداری در بسیاری از بخش‌های کشور به گونه سنتی انجام می‌شود. شمار از مسئولان بخش دامداری ناامنی‌ها را از چالش‌های اساسی فراراه رشد دامداری در کشور می‌دانند. ذبیح الله جهانمل، تولو نیوز، ولسوالی شیبر بامیان. یک خانواده ادعا دارد که ملا کرم یکی از افراد با نفوذ در شینتگاب فاریاب یک عضو خانوادهشان را به ضرب گلوله کشته است. اعضای این خانواده که به کابل آمدند از بررسی نشدن پرونده قتل رحمت الله شکایت میکنند. رحمت الله مردی دارای 7 کودک بود که 30 سال داشت. پدر این جوان تاکید می‌ورزد که ملا کرم در چند قتل دیگر نیز دست دارد. کودکان قد و نیم قد رحمت اکنون بی پدر شدند. اشک می‌ریزند
و میگویند که تکیه‌گاه بزرگی را از دست دادند. در شب 24 جوزای سال جاری رحمت الله با زن و فرزندانش به خانه خسرش رفته بود که گفته می شود در آنجا از سوی ملا کرم یکی از فرماندهان خیزش مردمی در شیرین تگاب به قتل می رسد. افسوس افسوس به حال اشرف غنی روز کمپان انتخابات می گفت که یک افغان از یک افغان بهتر نیست، از یک افغان از یک افغان بدتر نیست. نه منو نه منو نه منو می گفت منانه وار نده وار نده وار نده. رحمت یگانه قربانی این خشونت ها از سوی تفنگداران غیر مسئول در فاریاب گفته نمی شود، زیرا خانواده های بسیاری شکایت نامه هایی را امضا کردند و از فعالیت های ملا کرم به مقام های محلی این ولایت شکایت کردند. در ولسوالی ما هیچ کسی را درد ما را درد نکرد، پرسان نکرد. حال ما می خواهیم که همه قاتل ما را در قانون تسلیم کنند. هنوز او اینا را تهدید میکنه، همین صغیران را تهدید میکنه، مردم را تهدید، هر روز مردم را میزنه. همسر و کودکان رحمت اکنون روزهاست که در کابل به سر میبرند و به تمامی نهادهای عدلی و قضایی سری زدند. وطن با نوانم با ایش کس کویم با نخارم با ایش که میام یا میدان در قادم من ملکرم یلای برکشیل آدم کم دم نچقن تو رو بزرگه چه کوچه چقن قایم آیده. پلیس ولایت فاریاب به بررسی شکایت این خانواده تاکید میورزد. او را ما خبر داریم، او تحت تعقیب جنایی است، تبالی او خود پوت میکنه از جنایی، ولی تا چه وقت پوت میکنه؟ پیش از این نیز بارها خانواده های بسیاری از ولایت ها به مرکز آمدند تا شکایتشان را از فعالیت های تفنگداران غیر مسئول در ولایت هایشان به گوش مسئولان حکومتی برسانند. برای نخستین بار بیش از 20 عملیات پیوند گرده در یک شفاخانه خصوصی در ولایت هرات انجام شد. شماره از بیمارانی که در این شفاخانه عملیات پیوند گرده شدند میگویند که هیچ یک از کشورهای همسایه آنان را به دلیل افغان بودنشان مورد این عملیات قرار ندادند. در همین حال انجام عملیات پیوند گرده صفحه تازه در طبابت در کشور دانسته می شود. پیوند گرده برای نخستین بار در کشور. دکتران یک شفاخانه خصوصی در هرات برای نخستین بار در تاریخ طبابت کشور بیش از 20 بیمار را که برای پیوند گرده در کشورهای بیرونی سرگردان بودند پیوند گرده کرده است. بیمارانی که از سوی این دکتران در این شفاخانه پیوند گرده شدند به ادامه زندگیشان امیدوار شدند و از درمانشان بسیار خوشحالند. ما به ایران رفتیم، 12 شمار بستر کردم، 9,550,000 تومان حساب ما شد. بعد از اون هم برای ما گفتم که شما باید این وزارت بهداشت برای ما نامه بیارید. زمانی که ما وزارت بهداشت از اون مراجعه کردیم گفتم ما افغانی به هیچ عنوان پیوند نمیزنم. از شرایط بر من مهیا شد به خود ولایت هرات اینجوری که پیوند کلی صورت بگیره. مادرم برای من گرده دادم اینجوری پیوند شدم، شکر خدا خیلی خوبه. در حال حاضر بیمارانی که نیاز به پیوند گرده دارند از دورترین بخش‌های کشور به هرات میآیند. مسئول این شفاخانه میگوید که شمار بیمارانی که نیاز به پیوند گرده دارند بسیارند و وزارت صحت عامه باید برای فراهم کردن سهولت های بیشتر برای درمان این بیماران نهادهای صحی را پشتیبانی کند. یک قانونی دارند که بعد پای خارجی کسانی که مقیم نباشند کشورهای همسایه اونها پیوند نمیکنند و این مشکل ما احساس کردیم و فعلا ما از روز که کار شروع کردیم مدت 5 ماه 6 ماه میشه و ما به از چیزی که توقع داشتیم مریضامو بیشتر بدن. در زمانی که پیوند به سمت کشور شروع شده مریضایی که ما پیوند کردیم کلا موافقت آمیز بوده و زندگی نرمال عادی خو برگشت. بسیاری از بیمارانی که نیاز به پیوند گرده داشتند گرده سالم را از یک عضو خانواده ایشان گرفتند، اما در حال حاضر صدها بیمار دیگر نیز وجود دارند که نیاز به گرفتن این عضو بدن دارند. در همین حال این دکتران از حکومت میخواهند که برای گرفتن اعضای سالم بدن کسانی که دچار مرگ مغزی میشوند قانونی را در کشور نافذ کند و این گام میتواند جان هزارها شهروند دیگر کشور را از مرگ نجات دهد. ما از دولت و وزارت صحت عامه و از خصوصا هر خصوص از جامعه علما و روحانیون خواهش مندیم که با ما کمک و همکاری کنم و در قسمت گرفتن عوض و بیماران مرگ مغزی و تعییه قانون از او همکاری داشته باشم.
این نوجوان تازه عملیات پیوند گرده شده است. یک عضو خانواده‌اش یک گرده اش را به او داده است و دکتران هراتی این گرده را موفقانه در بدنش پیوند کردند و کلمت انگار حیات دوباره یافته است. قبل از پیوند خیلی زندگی بدی داشتیم، دیالیز و بالاخره دردسر و وضعیت نرمال نداشتیم. خدا را شکر بعد از پیوند اصلا از روزایی که تیار بودیم خدا را شکر خیلی سرحالتریم. از دو سال به این سو دکتران هرات دستاوردهای چشمگیری داشتند. عملیات چندین بیمار تومورهای مغزی، عملیات بسته گوش و گلو، پیوند گرده و عملیات‌های سخت شکستگی های استخوان از مهمترین کارهایی هستند که دکتران هرات موفق به انجام آنان شدند. آثار باستانی در بازارهای قندهار آزادانه به فروش می‌رسند. شماره از فروشندگان در شهر قندهار می‌گویند که آنان آثار را به فروش می‌رسانند که قدمت 100 ساله دارند. فروش آزادانه این آثار توجه شماری از خریداران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. در همین حال ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار می‌پذیرد که آثار تاریخی در بازارهای این ولایت آزادانه به فروش می‌رسند و حکومت محلی برای گردآوری این آثار باید اقدام کند. اینها دکان‌های انتیک فروشی در شهر قندهار هستند. در کنار اینکه فروشندگان این دکان‌ها اشیای زینتی و تزئینی خانه و وسایل نقلیه را به فروش می‌رسانند، آثار تاریخی را که فروش آنها ممنوع است نیز می‌فروشند. فروشندگان قندهار می‌گویند که برای به دست آوردن آثار باستانی که قدمت حتی چندین ساله دارند، تلاش‌های بسیاری کردند و با بهای سنگین آنها را از افراد و قاچاقبران خریداری کردند. یکی از این فروشندگان می‌گوید که حتی آثار تاریخی را نیز برای فروش در دکانش گذاشته است که قدمت 5000 ساله دارند و یا هم به دوره باختری و پیش از اسلام قدمت آنها می‌رسد. در همین حال مقام های ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار این را میپذیرند که آثار تاریخی در بازارهای قندهار به گونه آزادانه به فروش میرسند. افغانستان مرکزی دولت څخه غوښتنه ده چې د دغه کاروبار چې نن په هېواد کې د دې څرخونو په سروې کېږي په مختلفو ولایتونو کې کاروبار دی، دغه ټوله د دې خریداري کې او ټولې زیرانیسې به د افغانستان په مدیر موزم کې ثبت کړي. در جریان بیش از 14 جنگ در کشور یک بخش بزرگ از آثار و داشته های تاریخی کشور یا هم نابود شدند و یا هم به دست قاچاقبران به بیرون از کشور با بهای پایین قاچاق شدند. هرچند حکومت افغانستان در سالهای اخیر برخی از این آثار را از ژاپن و برخی از کشورهای دیگر به کشور بازگردانده است، اما هنوز هم بخش بزرگ از این آثار در این کشورها هستند. در شهر جلال آباد برای کودکان یک پارک ویژه تفریحی جور شده است، اما شاروالی در این زمینه همکاری های لازم را انجام نمیدهد. شمار از کودکان که از بحر تفریح به پارک سراج الاماره آمدند از بازی ها در این پارک لذت میبرند و میگویند که پیش از ایجاد این پارک هیچ محل سرگرمی دیگر برای آنان وجود نداشت، اما اکنون این پارک محل خوب برای تفریح و بازی های کودکان آنان به شمار میرود. محلی که از روز گواهی فعالیت های عراس افگنانه است، اما برای کودکان پارک سراج الحمارت در شهر جلال آباد بهترین محل سرگرمی است. این پارک به تازگی از بر تفریح و بازی های کودکانه برای کودکان اعمار شده است، اما هرچند این بخش ها اما روز گواهی فعالیت های عراس افگنانه هستند و درگیری ها نیز ادامه دارند، کودکان از بر تفریح به این محل می آیند و به جای غم و اندو به بازی های کودکانه می پردازند. تالون دی کشته دا هر شی دی تالون دی کشته دا جمپق دی هر رقم شان شته ده خلق مون ته زحمت دیسته دازه جوړ کړه. در شهر جلال آباد محل تفریح بیشتر نیست. جوانان ننگرهار باورمند هستند که ایجاد محلات تفریح می تواند بر حالت روانی آنان که در نتیجه جنگ ها سخت صدمه دیده اند اثرهای مثبت بگذارد. د جګړې نه د ذهن اړولو په خاطر باید زمونږ ځوانان تعلیم ته مخه کړي او
دی سره سره نور مسولیتونه چې ورکړ شوي او ځوان ته باید ترسره کړي او دغسې یو پارکو ته راشو چې ذهنونه هم بدل شي د ماشومانو ذهنونه د ماشومان د جنگ نه نور نفرت پیدا کړي داسې یو فضا سره آشنا شي ځکه جنگ خو بدبختي ده په کوم ځای کې چې امنیت وي هلته خوشحالي وي مسئولان این پارک از عدم همکاری شاروالی با آنان در جهت بهبود این پارک انتقاد میکنند و میگویند که شاروالی از فروش تکت ها نیز خواستار سمع از آنان است. من ماشاءالله امنیتی تدابیر خنی ولی خلق با آسان تا به دن پارک درازی دیر خوشحاله دی زنگوگان که لوبی که چمنونو که کینی چمنون من جور کردی خو خلق برازی خامخا برازی. ننگرهار یکی از ولایات های افغانستان است که مردم از بر تفریح و سرگرمی به این ولایت اماره می آیند. اما با فرا رسیدن زمستان ولایت ننگرهار بیشتر میزبان آن خانواده های است که از بر تفریح و میله به این ولایت می آیند. یکی از علت های پیوستن جوانان به طالبان در ولایت پکتیا بیکاری است. شماری از باشندگان ولایت جنوب شرقی پکتیا می گویند که برای هفته ها به دنبال کار می گردند اما کاری برای انجام دادن نیست. آنان می افزایند که میزان بلند بیکاری باعث شده است تا یک شمار بزرگی از جوانان پکتیا با طالبان یک جا شوند و در برابر نظام جنگ افزار بردارند. اینجا چهارراهی عمومی شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا است. اکنون ساعت 6 صبح است و شمار زیادی از کارگران انتظار می کشند تا کسی بیایند و آنان را به کار ببرند. اما می گویند که کاری نیست. با گفته آنان جوانان از بحر بیکاری ناگزیر می شوند و طالبان بپیوندند. مزدوری پیدا است که پیدا نسوره مو مجبوری است یو خاطر زن لاس واچو لاب بغلا لاس اچو لاب یو داگان جان جوړو لاب حکومت کو لاب طالبان ته یو نه او شلا خو کو ځکه مو گس خل خانی کورنر الغاړي دي ډیر خلک داسې دي چې حکومت کې ناغلی اغا طالبان ته مرزي لکه رقم رقم مشکل لري کور کې دومره روپۍ نه لري چې یو شی په اوسي یو سیر ګرایا یو سیر ګړه نو هغه مجبور دي چې د مجبوریت له امله هغه د طالبانو ته ورسي. این کارگران از حکومت انتقاد میکنند که برای ایجاد شغل تلاش های کافی را انجام نداده است. آنان از بازرگانان نیز میخواهند که با ایجاد کارخانه ها در ایجاد کار نقش بازی کنند. افغانیان دي دا سادل ترازی پاته بجه په و بجه رازی بیا ولایلی دی مازیگر تر پنزو بجو پوری طول خالی روانی ایست روزگار و ایست چاہتم نده ملاسو کرین در طول خلق دیو ایسی ماتا یب سلای ملاب سوزی دارا پیدا که بل نیرکاس کو چی پورتل که و خوری موگ دا غالو دی دولت نا چی باید دی کارگر تایوا زمینه برا برا کن. اما سخنگوی والی پکتیا میگوید که برای ایجاد شغل در این ولایت پروژه های ملی آغاز شدن. ما تو دم خیدل تا یوازی شاوخوا دیر فیصد خلق تا بیروزگار دی د کارموندنې لپاره موږ ولایت مقام هلې ځلې کړي په مرکز کې د ځینو ادارو سره کتلي او له نیکه مرغه چې د پکتیا لپاره د کارموندنې ملي پروګرام شروع شوی دی. به باوری آگاهان اگر حکومت به موزیل بیکاری در کشور رسیدگی نکند شمار بیشتری جوانان از کشور بیرون خواهند شد و یا هم با مخالفان مسلح دولت خواهند پیوست. مجله مینا در ننگرهار با تهدیدهای زورمندان و تفنگداران محلی روبرو است. این مجله از 15 سال به این سو در شهر جلال آباد چاپ می شود و مسئولان آن می گویند که برخی از زورمندان و تفنگداران محلی تهدید می شوند و این نمی تواند به گونه آزادانه ناهنجاری های جامعه را بازتاب دهند. در همین حال مقام های ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار می گویند که برای از میان برداشتن این تهدیدها در برابر این مجله اقدام خواهند کرد. مینا مجله‌ای که از نزدیک به 15 سال به این سو در ننگرهار چاپ می شود و خوانندگان فراوان در بخش بخش کشور دارد. مینا در این بخش از شهر جلال آباد از چاپ می براید. اما در این روزها گردانندگان این مجله با دشواری های فراوان روبرو هستند. عزت الله بنیانگذار این مجله است و این می گوید که مجله‌شان همانند گذشته با تیراژ بلند چاپ نمی شود. زیرا تفنگداران و زورمندان آزادی بیان و رسانه ها را سخت تهدید می کنند. پک سالاران حاکم دی وسم جنگ سالاران دی تخپل گوری دلتا دیر واک لری ام دوی که پا پارلمان کی دی که پا ولیتی شوراگانو کی دی او کنور پر ستون و لسوالیو کی دی دلتا دوی دا بیان ازادی نمانی در سر پا تمام مانا بانی دوی تا دا بیان ازادی سرکو پر خکاری.
در کنار تهدیدهای امنیتی و زورگویی‌های محلی در برابر رسانه‌های همگانی در ننگرهار، کمالاقات شدن مردم به خانش مجله و اخبار نیز چالش دیگری پنداشته می‌شود. مخکې چې کله مجله چاپېدله په کلو کې هم وضخه وه، اکثره کلو ته دا ډېره تله، کلیوالو خلکو ډېره لوستله، د ځوان نسل ډېره لوستله. اوس کلو ته ډېره په دې خاطر به نه ځي چې د کلو کې هغه وضع هغه شان صحیح نه ده، ځکه د شاته یو عکس لاره خلکو ورسره عکس العمل ښود. د مطالعې فرهنګ زموږ په ټولنه زموږ په خلکو کې ډېر کم دی، او یوازې هغه لوستونکي موږ لرو چې د خپل مسلک مربوط کتابونه لولي. در همین حال مقام های اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگویند که دست اندرکاران رسانه ها باید مشکلاتشان را با آنها شریک سازند. پرته لدی چې موږ په مالی برخه کې کومک نشو کولای چې کوم فند او بودیجه چینل لرو په دې برخه کې، اما نور که دوی د هر دور ستونزو سره مخ وي، اطلاعات فرهنگ ریاست د رسنیو د یو پشتیبان په توګه او د رسنیو د ملاتړ کوونکي ادارې په توګه دوی په خدمت کې. یکی از مشکلات دیگر در برابر رسانه های گروهی در ننگرهار نبود امکانات مالی است. در این میان شماری از باشندگان ننگرهار میگویند که حتی توان خرید یک مجله را نیز ندارند. شدت گرفتن جنگ در شهر چینکود مرکز ولایت اروزگان هزاران خانواده را ناگزیر به فرار به ولایت های همجوار کرده است. از این میان 6000 خانواده به ولایت قندهار فرار کردند و اکنون در شرایط دشوار زندگی می کنند. مقام های وزارت مهاجرین می گویند که آنان سرگرم ثبت این بیجا شدگان هستند. نبرد در ترینکوت و بخش اطراف آن از بیش از دو هفته به این سو به شدت ادامه دارد. این جنگ باعث شده است تا هزاران خانواده ناگزیر به فرار از خانه هایشان شوند. وجود امنیت خوب در شهر کندهار باعث شده است تا بسیاری از این آوارگان جنگ به این شهر پناه ببرند. اما این خانواده ها با دهها دشواری دست و پنجه نرم می کنند. نبود سرپناه، کمبود مواد خوراکی و آب آشامیدنی صحیح از مشکلات بنیادی آنانند. زمانه یوازې د یوې جوړې کدې کلو سره د ټول خلک راوتلي دي، راغلي شی نه دي راولي پر دنیا هېڅ شی نه دي راولي. هر د لمانځه سره چې ملایان اذانونه کول په کورو کې دوی راولوېدل، موږ کورونه و ژوند پاتې سو، اولادونه و موږ نیم پرې واولاړو نیم پر بله ولاړو. موږ په وطن کې موږ خپل وطن ماسې راته ازاد سي، دغه موږ د غونه نور بېرته دغه مې در پرېږدو قسم درسره کوو چې بېرته به د لېته درته راو. این خانواده ها می خواهند تا دولت و نهادهای امداد رسان کمک های نخستین را برایشان فراهم سازند. از همین رو یک نهاد خیریه با 240 خانواده جنگ زده مواد خوراکی و برخی از وسایل زندگی کمک کرد. زمر نور تجاران دا خو مشترم المیر مر تاسې هر یو فامیل لرو، هر یو دغه سکور لرو، ځای لرو، نو کدا حالت پر موږ باندې راسی مر بچکو. در همین حال رئیس مهاجرین کندهار از ثروتمندان دیگر نیز میخواهد که به آوارگان جنگ اروزگان کمک کنند. دا 215 فامیل شخصا په خپل د دغه شرکت تجارتی لا ستار چې مشریه محمد یوسف کی د دکور ودانه وایو. همزمان با این سازمان ملل متحد نیز با 400 خانواده جنگ زده در کندهار کمک های نخستین فراهم کرد. این خانواده های جنگ زده اروزگان میگویند که طالبان در خانه هایشان سنگر ساختند و از همین رو از حکومت میخواهند که هرچه زودتر امنیت شهر ترینکوت و بخش های دیگر اروزگان را تامین کند. با پایان این ساعت خبری رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و در آخر هم چند خبر ورزشی. نخستین مدال کاروان ورزشی افغانستان را در بازی های ساحلی آسیا ملی پوشان وینام در بخش دفاع شخصی به نام افغانستان ثبت کردند. این ورزشکاران با به دست آوردن 590 امتیاز پس از وینام و میانمار در رده سوم ایستادند و برنز گرفتند. مسابقات زور بود که دواری به خلال ضربه فنی برنده شدن. دیگه در باری به ترکمان که قهرمان جهان است در یک نمره متاسفانه باخت. از سوی دیگر در وزن 62 کیلوگرم شعیب یوسفی دیگر مدال برنز را در بخش سامبو به دست آورد. این ورزشکار با شکست دادن ورزشکاران عراق، ویتنام و کوریا و شکست خوردن در برابر ترکمنستان مدال برنز گرفت. مسابقات سطحش بسیار بالا بود. ما توانستیم در این مسابقات که مدال برنز به دست بیاریم. این مدال سوم برنز برای تمام ملت افغانستان و کشور خود تبریک می‌گم. جای افتخار است. این بار اما تیم ملی فوتبال ساحلی کشور 2-8 در برابر عمان شکست خورد و نتوانست راهی دیدار نهایی شود. ملی پوشان فوتبال کشور اکنون برای به دست آوردن مدال برنز در دیدار رده‌بندی در برابر لبنان می‌ایستد.
انگلستان یک بازیکن خود از دست داره. 3 اور با پایان. محمد نبی ساخل و شهزاد محمدی میلی پوشان کرکت کشور برای بازی کردن در رقابت‌های لیگ برتر کرکت بنگلادش خریداری شدند و ارزش هر بازیکن از 50 تا 70 هزار دلار است. محمد نبی ساخل در تیم چتاکانگ و ایکینگز با کریس گیل، شعیب ملک، دیون سمیت هم بازی است که کاپیتانی این تیم را تمیم اقبال بازیکن تیم ملی بنگلادش بر عهده دارد. در همین حال شهزاد محمدی بازیکن اوپنر تیم ملی کرکت کشور نیز در تیم پیشین محمد نبی ایساخل رنگپور رایدز جذب شده است که در این تیم بازیکن نامدار پاکستانی شاهد افریدی بازی میکند. برای چهارمین فصل بازی های بی پی ال بنگلادش قرار است به زودی مالکان تیم ها از میان بازیکنان نامزد جهان کرکت بازیکنان دلخواهشان را انتخاب و خریداری کنند. در فهرست رسمی چهارمین دور رقابت های بی پی ال نام های 9 بازیکن دیگر تیم ملی کرکت افغانستان یعنی اصغر استانکزی، راشد آرمان، سمیع الله شینواری، حمید حسن، نوروز منگل، شاپور زدران، دولت زدران، گلبدین نایب و نجیب الله زدران نیز دیده می شوند. این در حال است که در نخستین دور رقابت های بی پی ال بنگلادش 4 بازیکن از افغانستان شرکت کرده بود و در فصل های دوم و سوم این پیکارها صرف محمد نبی ساخل نماینده افغانستان بود. قرار است رقابت های چهارمین لیگ برتر بنگلادش به روز چهارم ماه نوامبر آغاز شوند. شاگردان جوزه مورینیو در این دیدار کاملا برتر از تیم حریف بودند، اما در نهایت تنها یک بار دروازه حریف را باز کردند و توانستند به 3 امتیاز این دیدار خانگی برسند. بازیکنان یونایتد بازی را بهتر آغاز کردند و در دقایق ابتدایی کاملا بر بازی مسلط بودند. در دقیقه 20 مارکس راشفورد می توانست گل اول بازی را به ثمر برساند، اما ضربه دیدنی او به تیر دروازه حریف برخورد کرد. برتری یونایتد ها ادامه داشت و فشار حملات این تیم در دقایق پایانی افزایش پیدا کرد و چند موقعیت گلزنی پیاپی داشتند، اما نتوانستند از هیچ یک از آنها استفاده کنند و در نهایت این نیمه بدون گل به پایان رسید. Ibrahimovic będziesz odrożny. Tak, no myślę, że mógł się trochę wcześniej. Ta skuteczność piłkarzy Manchesteru przy tych stałych fragmentach. Uwaga, ależ potężna bomba Rashforda i poprzeczka. Tak, ale świetnie się złożył Rafa do tego. نیمه دوم را زوریا بهتر آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی یکی دو موقعیت خوب گلزنی ایجاد کردند، اما نتوانستند از آنها استفاده کنند. بعد از سپری شدن دقایق ابتدایی بار دیگر یونایتد ها ابتکار عمل را در دست گرفتند و سرانجام در دقیقه 69 به گل رسیدند. روی یک حرکت تیمی از بازیکنان یونایتد در نهایت تو با ضربه وین رونی به زالاتان رسید و او با ضربه سر کار را تمام کرد. ابراهیموویچ 69 minuta. I zrobił, co do niego należało tak naprawdę. Wykorzystał swoje możliwości, swoje atuty, by tą przewagę fizyki tak naprawdę, bo wiadomo, że jest dobrze zbudowany, umie się pod bramką zachować gdzieś tam, na pewno też lekko przytrzymał sobie. بعد از این گل هم برترین میزبان ادامه داشت و چند موقعیت دیگر هم روی دروازه زوریا ایجاد کردند که هیچ یک از آنها تبدیل به گل نشد. تیم مهمان هم در دقایق پایانی یکی دو موقعیت خوب برای تساوی کشیدن بازی داشت، اما آنها هم نتوانستند از موقعیت هایشان استفاده کنند و در نهایت بازی با همان یک گل به سود شیاطین سرخ به پایان رسید. ابراهیموویچ تکنیکی برانکتر